من هیچ وقت گوشی میان رادار رو دوست نداشتم، ولی امسال یه سری گوشی های معرفی شدن که تونستن نظر من راجع به خودشون عوض کنن. یکی از اون گوشی ها هواوی وای 9 اس بود. هواوی وای 9 اس میتونم بهتون بگم که بهترین گوشی میان رده هواوی تا امروزه. این گوشی خوش رنگ نوامبر 2019 معرفی شد و با EMUI 9.1 و با اندروید 9 وارد بازار شد. شما میتونین مشخصات بیشتر این گوشی رو از طریق لینکی که براتون توی دیسکریپشن میذاریم ببینین و اگه خوشتون اومد همونجا اون رو خریداری کنین. این گوشی با رم 6 گیگ و حافظه داخلی 128 گیگ معرفی شده که از نظر من واسه یه گوشی میان رده فوق‌العاده است. سخت افزار این دستگاه با یه چیپست 8 اصلی کارین 710 کامل شده. البته اینم بدونین که این چیپست همون چیپست کارین 710 پارسال نیست و بهبودهایی نسبت به سری قبلی خودش داشته. من خودم چون خوره بازی ام باهاش نشستم و پابجی بازی کردم. اینو میتونم بهتون بگم که اصلا لگ نداد و کاملا پرفورمنس قابل توجهی داشت موقع بازی کردن و تونستم دو بار، البته تعریف از خود نباشه، چیکن دینر بگیرم. این گوشی رو نمیتونم خوش دست صداش کنم چون خیلی راحت تو دستتون نمیشینه و به خاطر صفحه بزرگش و EMUI خیلی راحت نمیتونید باهاش کار کنید، ولی با رفتن به حالت وان هند مود حجم نمایش صفحه رو کوچیک‌تر کنین و راحت‌تر باهاش کار کنید. نمایشگر این گوشی یه صفحه LCD 16 میلیون رنگ 6.5 اینچیه که کیفیت قابل قبولی داره. تراکم پیکسلی این گوشی یکم از رقیب خودش یعنی گلکسی A50 پایین‌تره، ولی با توجه به اینکه اون صفحه OLED داره و این صفحش LCDه میتونید به همون اندازه از این گوشی هم لذت ببرید. اینم بهتون بگم اگه دوست داشتین از آخرین اطلاعات تکنولوژی با خبر بشین و رقیبای این گوشی رو ببینین و گوشی دیگر رو بهتون معرفی کنیم، حتما اینستاگرام ما رو با @سینوشکست دنبال کنید. کیفیت اسپیکر این گوشی برای من زیاد قابل قبول نبود، ولی با توجه به قیمت گوشی میشه ازش راضی بود، به شرط اینکه صدای موزیکتون رو تا ته زیاد نکنید چون اون موقع است که متوجه کیفیت پایین اون میشین. اگه شما هم مثل دوستای من داشتن جک هدفون براتون مهمه، اینم باید بگم که توی این گوشی جک هدفون موجوده و میتونین ازش استفاده کنین و لذت ببرین. اگه شما هم از گوشیتون خیلی استفاده نمی‌کنین، میتونم بگم که میتونه بهتون تا 2 روز شارژ بده، ولی اینم بگم که حتی اگه خیلی هم استفاده کنین کمتر از 1 روز شارژ دهی نداره. باتری 4000 میلی آمپریش در کنار سخت افزار میاردش بازدهی کاملا قابل قبولی داره و خیلی توصیه میشه. تو این مدت که من از گوشی داشتم استفاده میکردم هیچ وقت ندیدم دوچار افت پرفورمنس بشه و به خوبی تمام کاری که ازش خواستم و انجام داده. ظاهر این گوشی ممکنه برای هر کسی مناسب نباشه به خاطر این رنگ آبی که داره، ولی این خبرم باید بهتون بدم که این گوشی تو دو رنگ دیگه هم عرضه شده که واقعا زیبان. متریال به کار رفته توی این گوشی شیشه و فلزه که در مقایسه با رقیب اون یعنی گلکسی A50 که از پلاستیک ساخته شده این میتونه یه برتری باشه. پشت این گوشی هم دوربین سگانش زیر هم قرار گرفته که من از این نحوه چینش اصلا راضی نیستم و ترجیح میدادم نحوه چینشش مثل آیفون 11 باشه، ولی خب بازم اونقدر زشتش نکرده. قاب فلزی و شیشه پشت اون بهتون حس خوبی میده. LED قرار گرفته زیر این دوربینا هم کیفیت بدی نداره و تو شب میتونه بهتون خیلی کمک کنه، البته اگه بتونین با کیفیت دوربینای اون کنار بیاین. این گوشی در کنار پرفورمنس خوبش 3 تا ماژول دوربینم داره. لنز اصلی یه ماژول 48 مگاپیکسلی وایده که زیر نور خورشید عملکرد قابل قبولی داره، ولی توی نور شب نمیشه ازش انتظار زیادی داشت. مشکل من با نرم افزار هواوی اینه که موقع عکس برداری چیزی که بهتون نشون میده بهتر از عکس سیو شده تو گالریتونه، یعنی اگه همون موقع اسکرین شات بگیرین عکس اسکرین گرفته شده احتمالاً کیفیتش از عکسی که تو گالریتون سیو شده بهتره. این کم شدن کیفیت به خاطر شارپ کردن عکسه که بعد از پروسه عکاسی انجام میده. البته این نتیجه گیری ها وقتی با اپلیکیشن اینستاگرام عکس میگیرین یکم فرق داره چون عکس نهایی کیفیت بهتری داره. در کل دوربین برای من راضی کننده بود. در کنار این دوربین یه لنز اولترا واید 8 مگاپیکسلی هم داره که توی شب کیفیت خوبی برای عکس برداری بهتون نمیده و عکس‌ها تقریبا غیر قابل استفاده هستن. دیستورشن این لنز هم به شدت زیاده و دور عکساتون رو یک مقدار موجدار میکنه. یک لنز 2 مگاپیکسلی تشخیص عمق هم در کنار این دو ماژول قرار گرفته که کارشو به خوبی انجام میده، ولی در کل نمیشه انتظار زیادی ازشون توی نور کم داشت.
این گوشی میتونه با کیفیت 1080 و 60 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنه. در رابطه با دوربین سلفیش هم اینم باید بهتون بگم که یه دوربین پاپ اپ 16 مگاپیکسلیه که کیفیت خوبی داره و میتونه با کیفیت 1080 و 60 فریم بر ثانیه براتون فیلم برداری کنه و اصلا نمیخواد نگران پرشدن حجم گوشیتون باشین، چون میتونین علاوه بر اون 128 گیگ حافظه داخلی خودش تا 512 گیگ SD بهش اضافه کنید. موقع فیلم برداری هم صدای ضبط شده توسط میکروفون گوشی صدای تقریبا واضحی و میشه برای فیلم برداری های روزمره‌تون روش حساب کنید. با توجه به تایپ سی بودن این گوشی و شارژر 10 واتی که توی جعبه‌اش هست، میتونید با یه سرعت منطقی این گوشی رو شارژ کنین و از اون استفاده کنین. این گوشی 206 گرمی به شما که دنبال یه گوشی با پرفورمنس بالا هستین توصیه میشه، البته اگر بتونین با کیفیت دوربینای این گوشی کنار بیاین. از اینکه همراه من بودید ممنونم. اگر سوالی داشتین حتما از ما بپرسین و در اولین فرصت بهتون جواب میدیم. اگر دوست داشتین حتما ما رو تو یوتیوب و آپارات سابسکرایب کنید و اون زنگ بغل رو بزنید که از اومدن ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. اینم بهتون بگم که میتونید با آیدی @مینشکست ما رو توی تلگرام، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. ممنون.